سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم اتفاقاتی در قفقاز رخ داده که توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده علت همین هست که این اتفاقات از نظر خیلی ها دنباله داره تمام نشده اینکه کسی سرزمینی این رو مثلا از اون یکی گرفته و اینا این تمام نشده این داستان دنباله داره و همچنان پیش خواهد رفت چون تصور خیلی ها این هست توجه ها جلب شده ببینن که ماجرا در قره به چه شکل خواهد بود من میخوام گزارشی رو از واشنگتن پست برای شما بخونم این گزارش رو خیلی دوست داشتم این گزارش درباره اینکه که شکستی رو پاشینیان و ارمنستان تجربه کردن داره صحبت میکنه و البته شروعش به نظر من خیلی خاص و قابل تعمل هست بریم با داستان شمراه بشیم بعد برمیگیریم نکات ویژه‌ای درباره آن چیزی که در جریان است و اینکه ایران کجای داستان قرار دارد و چه نگاهی باید به مسئله داشته باشد خدمت شما عرض کرد ابتدای گزارش رو برای شما میخونم گفته که اینکه او گفته بود که قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میآید این درس سخت قطعا در مورد نبرد طولانی مدت بین ارمنستان و باکو بر سر منطقه ی مورد مناقشه معروف به قره کوهستانی جایی که جمهوری باکو این هفته حاکمیت خود را با استفاده از زور اسلحه بر آن تحمیل کرد صدق می کند میگه این دوتا سر یه منطقه جنگ دارند هر کدومشون هر موقعی قدرت نظامی بیشتری داشته است حرف اصلی رو زده و الان به شکل ویژه تر باکو رفته از سوی نتانیاهو از سوی اردوغان تجهیز شده است به این امید که جای پایی در قفاز داشته باشند اومده کارهایی کرده و اقداماتی انجام داده که این اقدامات به موفقیتش منجر شده است میگه همه اینها که رخ داده به ما نشون میده که قدرت سیاست از لوله تفنگ در میاد اگر یک جایی یک کسی در یک مناظره ای برای مردمی در مقابل دوربین ها گفت که موشک شلیک کردن و رزمایش برگزار کردن که مذاکره ما را به هم بزنن اگر کسی همچین چیزی گفت شما رفقا بدانید که او میخواهد قدرت سیاسی یک کشور که از لوله تفنگ در آید را از اون بگیره یا میفهمه داره چی کار میکنه یا خائن و بیشرفه به شما اثبات بکنم اینجا داره میگه قدرت سیاسی از لوله تفنگ در میاد واشنگتن پست میگه به هممون اثبات شده اینجا بعد شما یه نفری رو داشته باشی میگه چرا وقتی من داشتم مذاکره میکردم تو موشک شلیک میکردی خب داشتم چنگ و دندون نشون میدادم به طرف مقابل چجوری بدیهیاتو نمیفهمی غربگرایان عامل در هم شکستن و تحقیر ملت ها هستند به شما اثبات بکنم اوکراین 1700 تا کلاهک که حسی داشته باشی اما بذاری رومیز بمب افکناتو بدی با خاک یکسان بکنن موشکاتو بدی الان اخیرا موشکایی که شلیک شده توی اوکراین میدونید که بعضی از گزارش ها میگه اینا موشکایی بودی که خودشون تحویل دادن به روسیه با همونا داره میزنه بعد میگفتن که ما اگه بمب اتمی نم موشک داشتیم الان به ما شلیک نمیکرد به ما حمله نمیکرد غربگرایان وقتی بر کشوری حاکم بشوند آن کشور زانو خواهد زد اثبات بکنم به شما پاشینیان مردم او تحقیر کرد مردم او در هم شکست غرور آنهایی که در ارمنستان هستن و در ایروان هستن له شد حالا هر سری مردم باید وایسن ببینن این غربگرا در رأسشون این دفعه میخواد بره چی بده با دواره بریزن کف خیابونها اعتراض بکنن به او که همچین سرنوشتی رو برای آنها رقم زده باز دوباره بزنه با پلیس باشون برخورد بکنه سرکوبشون بکنه برن تو خونه دوباره سری بعدی بیان کف خیابونا بریم گزارش با هم بخونیم بریم گزارش با هم بخونیم تو این گزارش گفته که الان مردم ارمنستان وقتی به وضعیت ارامنه قره نگاه میکنن و وقتی وضعیت اسفبار این 120 هزار نفر رو میبینن یاد نسل کشی وحشتناکی میفتن که برای اینها توسط عثمانی اتفاق افتاده ارمنیان قره به دلیل فقدان قدرت نظامی برای رقابت با جمهوری باکو در قیاب حمایت روسیه و ایالات متحده و حتی خود ارمنستان مجبور شدن ظرف دو روز تسلیم بشن عادقت که اینشو هیچ کس حمایت نکرد خود پاشینیان هم حمایت نکرد اینا 24 ساعت جنگیدن 700 نفر از طرف مقابل کشته و زخمی به جا گذاشتن تو 24 ساعت دوم تسلیم شدن که البته تسلیم می شدن یا نمیشدن فرقی نمیکرد و همه اونایی که مقامات قرهباغ کوهستانی بودن وقتی خواستن خارج بشن همشونو بازداشت کرد دیگه الان مثلا حزب های ارمنستان احتمالا دارن توی شبکه های اجتماعی اون تیکه مختار رو میذارن که میگه تصویر من با چیچی به شما حجوم میاره تسلیم نشید بعد نشون میده یارانش تسلیم شدن زنجیر زدن دورشون دارن همشون رو سر احتمالا اگه داشته باشه حزب الله الان دارن از اینو فخشی کنن همینه واقعا همینه تسلیم بشی اتفاق این شکلیه بعد تازه این بدبخت میتونست به جنگه اینا آدمایی هستن که میتونستن سلحشورانه شورانه به جنگن به فناشون داد اتفاقاتی که توی این 24 ساعت رخ داد 700 کشته و زخمی باکو کنی جنازه های یه سری از اینا رو نداشته پس بده این اتفاقا نشون داد این میتونست به جنگه این میتونست نبرد بکنه یکی رفته در رأس اون سیستم قرار گرفته اگه نگیم خائن باشه او کسی هست که توی دانشگاه های غربی وقتی سیاست خونه این شکلی بهش یاد دادن که تو مثلا برو تو دامن غرب هر کجا به حمله شد نه دفاع نکنی یا برو دامن غربو بگیر نعمت ها به سمت آقا اینا حرف مفته هر کجا گفتن با گفتگویی با دیگران مشکل رو حل میکنی این حرف مفته بله گفتگو ضرورت است به شرط اینکه قدرتمند شده باشی اگه قدرتمند نشده باشی کسی در دنیا آدم حسابت نمیکنه میان کشورتون میزنن آش و لاش میکنن بقیه باید وایسن نگاه بکنن بریم ادامهش رو بخونیم میگه که علیف بادکوبه اومده تاکید کرده تو تلویزیون گفته که اینا که ساکنین ارمنی قرباق هستن تو خونه هاشون بمونن میگه مردم اونجا ارمنی ها میترسن که باکو قصد پاکسازی قومی داشته باشه به خاطر همین دارن اونجا رو ترک میکنن توجهی به این سخنرانی ندارن به وضعیت خونه هاشون اگر نگاه بندازید و کارهایی که دارن با اینها میکنن و با خونه هاشون انجام میدن میفهمید که این ماجرا رو و این ادعاها رو چطور باید قضاوت کرد ادامهش رو ببینیم یه تصمیم نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای دورماندن از درگیری ها انتقادات شدیدی را در داخل ارمنستان از سوی کسانی که احساس میکنند پاشینیان برادران قومی خود را رها کرده به همراه داشته است بعد اشاره میکنه میگه ماجرا مربوط به امروز نیست حدود سال 2020 اینها درگیر میشن بعد از سه تنشی که داشتن پیرامون همین مسئله قره و ارمنستان شکست سختی میخوره و توازن قوا به هم میریزه بعد از دلایل بحران اومده به صلاح خودم صحبت بکنه به این اشاره کرده گفته یه خلای قدرت اتفاق افتاده توی این بخش از دنیا ناشی از اینکه روسیه رفته درگیر اوکراین شده دو هزار تا نیرو به عنوان حافظ صلح اونجا مستقر کرده این دو هزار تا کار خاصی نتونستن انجام بدن در این بازه زمانی بعد گفته دولت بایدن اومده تو این قضیه دخالت بکنه این مسئله رو از طریق راه حل دیپلماتیک پیش ببره و میگه که به محض اینکه درگیر این مسئله شده اینا اومدن درگیر جنگ و تنش و چیزهای از این دست شدن و اصلا مسئله به هم ریخته رفته علتش خیلی مشخصه شما وقتی درباره باکو و ارمنستان صحبت میکنی و این طرف ماجرا علیف بادکوب است اگر دو طرفشون آوردی پای میز مذاکره بعد دیری همه چیز جلو رفت به خوبی هم پیش رفت یه دفعه علیف باکو به زد زیر میز بازی نبا تجربه بکنی دلیلش خیلی روشن به خاطر که او تصمیم نمیگیره در باکو تصمیم گیر اون نیست که تصمیمات خارج از باکو داره گرفته میشه باکو مستعمره ای است در دست اردوغان و نتانیاهو کسی غیر از این بخواد بفهمی بازی رو به نظر من باید در فهمش از یه تجزیه نظری داشته باشه ادامهش رو بخونیم اومده گفته که ارمنستان توی وضعیت فعلی با محوریت پاشینیان به این جنبندی میرسه که یک چرخشی داشته باشه به سمت غرب بعد میگه مشکل اینجا هست که زمان مناسبی رو احتمالا برای این چرخش استفاده نکرده چرا استفاده نکرده میگه به خاطر اینکه جنبنی روسایی بود که پشتش خالی بکنن بهش توجهی نداشته باشن غربم کار خاصی نتونست بکنه بعد در نهایت به فنا رفت حالا من سوالم اینه میگم زمان مناسبی رو احتمالا اونجوری که این نویسنده میگه زمان مناسبی رو احتمالاً پیدا نکرده یا نه کلا اصلا چرخشش به سمت غرب حماقت بار بوده کدوم یکیشه فکر می‌کنم چرخشش به سمت غرب یک اتفاق حماقتبار بوده اتفاقی که خیلی های دیگر هم رقم زدن به همین شکل پشیمون شدن مثال بزنم برای شما سعودی یک نمونهش رفت وایسد که آخه کجای دنیا می‌بینی یک کنار آمریکا وایسد رفیل فابریک آمریکا وایسه بعد بره دست بده به یک کسی که اون میگه مرگ بر آمریکا یعنی مثلا رستگاری خودش در دنیا رو در کنار این ایستادن ببینه کجای دنیا مثلا مشابه این رو می‌بینید اوکراین رفت بهشون اعتماد کرد همینجوری شد پهلوی به همین شکل پهلوی بهترین تسلیحات از آمریکا می‌خرید کسی شک داره بهترین امکانات رو خرید دیگه بهترین سلاح‌ها رو داشت ولی وقتی بهرینش رو بردن تونست گلوله شلیک بکنه این اعتماد به آمریکاست پاشینیان هم نمونه دیگری که این روسا داریم می‌بینیم در ادامه گزارش اومده بین اشاره کرده گفته که در سال 1994 جدایی طلبان ارمنی قدرت رو به دست آوردن و موفق شدن موزه برتر داشته باشند بعد میگه الان به طور کامل ماجرا برعکس شده اینا دست برتر رو از دست دادن و اصلا همه چیز سرمایه که داشتن از بین رفته بعد میگه که قره یکی از خطرناکترین تقاطوهای جهان به حساب میاد جایی که ارواح گذشته در تعقیب هر ساکنی هستن که اینجا حضور داره تیکش رو میگه بازم مشخص نیست که اینجا دست چه کسیه و باز هم ممکن هست سرنوشت این قسمت از زمین تغییر بکنه چرا به خاطر اینکه ابتدای ماجرا بهش اشاره کرد گفت اون چیزی که ما داریم میفهمیم نه که سیاست رو حرف اول و آخر رو درش اون کسی میزنه که لوله تفنگش قویتر عمل بکنه موثرتر عمل بکنه دقیقتر عمل بکنه آن چیزی که این روسا دارن بهش اشاره میکنن نکات بسیاری دارد که باید روش تحمل داشت یک طرف ماجرا داریم جماعتی رو میبینیم که اینها به شدت این روسا در هم شکستن تحقیر شدن و خشمگین هستن هیچ کاری هم نمیتونن بکنن چون مشکلشون حتی با علیف و اردوغان به نظر من الان دیگه نیست مشکلشون با پاشینیانیه که خودش رسما صاحب اینها شده هر کجا میره از طرف اینها تصمیم میگیره اینا هم باید بیان بزنن تو سرشون کاری هم نمیتونن الان بکنن ها به خاطر اینکه نه تسلیحاتی خریده نه امکاناتی گرفته نه کار ویژه ای انجام داده هاج و واج باید واسن نگاه بکنن ببینن که چه سرنوشتی برای آنها در نظر گرفته شده است من دو تا مسئله خیلی مهم رو لازم و ضروری هست خدمت شما عرض بکنم یکی از مسائل این که الان بهونه از طرفین باید گرفته شده باشه چرا به خاطر اینکه ما تاکید داشتیم سرزمین های همدیگه رو پس بدیم و با هم کاری نداشته باشین اون موقعی که ارمنستان میخواست پیشروی بکنه در باکو ایران تلاش میکرد این اتفاق نیفته ما حتی شهید هم برای این قضیه دادیم برعکسش هم شد همین داستان ایران تاکید داشت آقا شما حق نداری اقدامی انجام بدی در خاک سرزمین طرف مقابل سرزمین هاتون رو باید به هم پس بدیم ولی اقدامی نباید داشته باشی حالا که قره پس گرفته شده است ما بر این باور هستیم که بهونه باید گرفته شده باشه و اگر در این شرایط کسی به دنبال این باشه دوباره به سرزمین دیگری نگاه بکنه یا مثلا آقا یه کریدوری بوده مال منه من میخوام ازش استفاده بکنم کریدور مگه این اردوغان الدنگ نگفت تو خاک ایرانه و ما بهش نیازی نداریم از خاک دیگری میخوای استفاده بکنی نه بهونه باید گرفته شده باشه ایران به شیوه خودش به سبک خودش به غلطی که ادعی در تصور دارن پاسخ خواهد داد پاسخ ایران هم قطعا در حوزه نظامی خواهد بود بخشش در حوزه دیپلماسی خواهد بود بخشش هم برمیگرده به خود باکو ما اصلا آقا اشتباه کردیم که باکو رو به با عنوان یک جمهوری به رسمیت شناختیم کسانی آنجا هستن این کسایی که در تالش هستن اون کسانی که دیگر بودن در دیگر نقاط اینجا حضور داشتن هر کدوم یه جمهوری تشکیل دادن بعد از ماجرای فروپاشی شوروی و بر اساس قوانین بین المللی این مسئله دارای اشکال نیست همه آنها که در اون سرزمینی بودن که اون جماهیری بودن که دوچار فروپاشی شده میتونن همچین تصمیم داشته باشن اینا همچین تصمیمی گرفتن علیف و خانوادش دیکتاتورانه اینها رو سر جاشون نشوندن به جهت اینکه آنجا سرزمین ضد ایرانی بشود ایران هم به شیوه خودش میتونه برای این مسئله برنامه داشته باشه و علت این مسئله هم خیلی مشخصه ما درباره یک جماعتی که آن سوی عرس و تصمیم میگیرن صحبت تصمیم جای اینها اینا اجرا کنندن اینا اجرا کننده یه تصمیماتی هستند که میخواهد برای ایران بحران ساز بشود حالا که ماجرا این شکلی هست ایران هم هزینه حماقت های دیگران را به آنها با کیفیت یادآوری خواهد کرد من نکته دیگه ندارم اگر شما نکته داشتین حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه اگر موافق باشید چند تا پیام میخوام برای شما بخونم یکی از دوستان برای ما نوشته که سلام بر تحلیلگر عزیز قدر خودت رو و کارت رو بدون به خدا کار الان شما و امثال شما کمتر از تلاش های من و امثال من در منطقه عملیاتی شلمچه نیست اجرتون با ارباب امام حسین دو تا از بهترین رفقایم هم و همچنین دو تا از بهترین رفقایم که در کربلای پنج شهید شدن عرض ادب خدمت شما فکر میکنم اینجا که فرمود این کار ما از کار این قهرمان ها و خودتون که در این ماجرا حضور داشتین چیزی کم نداره واقعا جفا هست در حق خودتان و قهرمان هایی که زحمت کشیدیم چون ما اصلا قد و ای نداریم بخوایم با این داستان مقایسه بشیم آنهایی که رفتن برای وطن جنگیدن کاری کردن و چیزی ساختن امنیتی ساختن که من و امثال من بتونیم الان روش وایسیم حرف بزنیم اینو با هیچ چیز نمیشه مقایسه کرد و ما با کیفیت اینو درک میکنیم افتخار میکنم به عزیز دلی مثل شما که برای ما پیام فرستاده و رحمت میفرستن بر شهدای وطن قهرمان هایی که در کربلای پنج و دیگر عملیات ها از وطن دفاع کردن و رحمت میفرستن بر حضرت سید الشهدا بزرگترین فرمانده رزمندگان مقاومت که در بیدار کردن انسان ها و همدل کردن جوانان مقاومت به ویژه در چهل سال گذشته نقش بسیار ویژه‌ای داشتن بسیار از شما ممنونم دوست دیگری گفته که سلام آقای تحلیلگر من یک تهرانی هستم یا بهتر بگویم یک فارس هستم و دلم از یک سری از دولت مردمو خیلی پر هستش اما اگر کوچکترین درگیری در استانهای شمال غربی پیش بیاد به دستور رهبرم پشت به پشت بچه های نازنین ارتش و سپاه برای هموطنهای های استانهای شمال غربی حاضرم جونم رو بدم زنده باد ایران و ایرانی مرگ بر وطن فروش سلام و عرض ادب خدمت شما خیلی مخلصم پرچمتون بالاست پرچم رفقای مشری با معرفت ما همه اون کسانی که این روسا خشمگین هستن از پدر سوخت بازی یک عده نمک به حرام پرچم همتون بالاست دمتون گرم بهتون افتخار میکنیم و امیدوارم که بهترین ها پیش روی شما باشه بله حس همه ای ما این روسا از همین جنسی هست که شما فرمودیم و شما گفتیم اما به یاری حضرت الله آن چیزی که با قطعیت میتوان و باید گفت این هست که مسئله قفقاز به شکل دیگری نوشته خواهد شد ما انسان های صبوری هستیم گزارش میخوندم از یکی از این رسانه های عربی اومده بود گفته بود رفتید نشستید به این سعودی ها میگفت رفتید نشستید با این انصار الله دارید تو یمن با این یمنی ها داری گفتگو میکنی کسایی که با ایران میشینن بلند میشن اصلا گفتگوهاشون تمومی نداره مگه ایران مذاکرهش با غرب تموم شده راست دیگه ما آدمای صبوری هستیم ما آدمای صبوری هستیم با صبر جلو میاییم بعد کاری رو انجام میدیم که آنهایی که شرارت به خرج دادن بعدش بفهمن دنیا دستی کیه نکته دیگه ندارم خاک پای همه رفقا هستم الا که دلتون شاد باشه پرچمتون همیشه بالا باشه خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر